ادامه توضیح و تفسیر کتاب نورانی نعم الیملخ پرشت و یتسه رسیدیم به این قسمت از کتاب اویومر و یر و هینه بر بساده، یه توضیح عمیق و نورانی دیگه از ربی الیملخ روی همون آیه که یعقوب آوینو مشاهده کرد چاهی را در صحرا در مزرعه. دهین آن عمریم الوه ابراهام خولو، ما در تفیلا میگیم الوه ابراهام، الوه اسحاق و الوه یعقوب، خدای ابراهیم و خدای اسحاق و خدای یعقوب، یعقوب. و آخر کخ بعد میگیم های لگادور لگیبور و هنورا، خدای بزرگ، خدای قوی و هنورا یا میشه خدای عالی یا خدایی که سهمناک هم ازش حساب میبرن و میترسند، این ترجمه نورای. بعد میگه وزه اخاد، ربی الیملخ میگن که اینی که ما میگیم خدای بزرگ، خدای قوی و خدای بگیم عالی یا متعال یا خدایی که مورد ترس همه هست، این سه تا چیز مطابق همون سه چیز اوله، یعنی خدای ابراهیم، ابراهام، خدای اسحاق و خدای یعقوب، برای اینکه این سه تا بزرگوار تجلی این سه خصلت خدا بر روی زمین بودن. ابراهام تجلی احسان خدا بوده، اسحاق تجلی قدرت خدا بوده و یعقوب آوینو مطابق نورا یا عالی بودن خدا، که خواهم توضیح داد که اینها با هم چه ربطی دارن. بزرگی خدا، معمولا وقتی ما میگیم خدا بزرگه، این اشاره به بزرگی خدا در خصلت احسانشه، یعنی که خداوند بی حد و مرز، بی اندازه، بدون هیچ محدودیتی احسان داره، احسانش گسترده است، که این خصلت ابراهام آوینو بوده در احسان. ابراهام نادر بوده و خواهد بود تا موقعی که مشیخ بیاد، هیچ کی مثل ابراهام آوینو تو خصلت احسان اینقدر پیشرفت نکرد، و به همین خاطره که میگیم ابراهام آوینو شمه‌ای از تجلی احسان خدا بر روی زمین. بارها اینا با گفتم که وقتی که مثلا یکی ابراهام آوینو را میدیده، یه ذره پی میبرده به خصلت احسان خدا، با این که خصلت احسان ابراهام به هیچ عنوان قابل مقایسه با احسان خدا نیست. ابراهام آفریده است و احسانش هم محدوده و اگه هم احسانی داره از جانب خدای، با این حال وقتی که یکی ابراهام رو میدیده پی میبرده به احسان خدا، که اون دیگه چیه؟ اگه این که محدوده و این که جسمه و این که آفریده هست احسانش به این عظیمیه، چه برسه به خالق متعال که منشأ احسانه و هیچ حد و مرزی نداره و هیچ محدودیتی در احسانش نیست. این هگادول، این مطابق ابراهام. گیبورم که قدرت الهی جبروت خداونده، مطابق اسحاق، اسحاق آوینو، برای اینکه اسحاق سمبل هیبت از خدای پخد اسحاک، هیبتی که اسحاق از خدا داشته. بعد اینجاش الان مهمه، همش مهمه، ولی اینجاشه که باید بیشتر توضیح داده بشه. نورا که گفتم یا میشه متعال یا عالی، یا اینی که سهمناک، کسایی که ترجمه های مختلف میکنن روی این کلمه، همش درسته، ولی هیچ کدومش به اون عمق معنی کلمه در خود زبان مقدس لاشون کدش نمیرسه. همه ترجمه ها وقتی که ترجمه میکنن به هر زبونی، چینی، چمونم انگلیسی، فارسی، وقتی لاشون کدش رو ترجمه میکنید، بهترین ترجمه هم که بکنید، هنوز خود معنی اون کلمه‌ای که تو زبان مقدس هست نیست.
برای اینکه همه زبون‌های دیگه تفاهمیه، یعنی تفاهم کردن امت‌ها که مثلا به صندلی بگن صندلی، ممکنه کلمه صندلی هیچ ربطی با صندلی نداشته باشه، ولی دیگه تفاهمیه که همه به صندلی میگن صندلی، به انگلیسیش هم میگن هرچی میگن و الی آخر. ولی لاشون کدش وقتی که اسم یه چیزی روی چیزیه، این تفاهمی نیست، این توصیف ماهیت و کلیت این چیز چه از نظر مادی چه از نظر معنویه. یعنی تو عالم معنا یه کیسه که بشه صندلی بلاشون کدش، تو عالم معنا معنویتش این اسم را داره، ریشش این اسم هست، تفاهمی نیست. برای همین خاطره که خیلی موقع آدم کلمات این متون مقدس ما را میخواد ترجمه بکنه، هر کلمی هم که استفاده بکنید آخرش اون کلمه نمیشه، برای اینکه همه کلمات دیگه تفاهمی این ریشه‌ایه، این ذاتیه، این باطن اون چیزه. خلاصه حالا ببینیم نورا که میشه عالی یا متعال چه ربطی داره با یعقوب و وینو. حالا من ادامه میدم بعد توضیح میدم. کی این آوت لا شلوشا؟ آوت وقتی ما میگیم پدران ما، تو تلمود نوشته که تنها پدرانی که پدران همه ما خونده میشن ابراهام، ایتسخاق و یعقوب هستن. برای اینکه بعد از یعقوب دیگه اثبات از هم جدا میشن. ممکنه من نمیتونم بگم رئوون پدر من بوده، ممکنه من سبت یوسف باشم، یا یکی نمیتونه بگه از سبت، اگر سبت یوسف بگه رئوون پدر من بوده، ولی ابراهام، ایتسخاق و یعقوب دیگه شکی درش نیست، پدر همه ما بودن. این معنی ساده تلموده، تلمود مسخت براخود، قسمت براخود صفحه 16. ربی الیملخ میگن که او به شرشام به علام ها اتسیلوت نیکراییم گدولا گبورا و تیفرت. ابراهام، ایتسخاق و یعقوب ریششون تو عالم معنا، همونطور که گفتم ابراهام تو معنویت گدولا یا احسان بزرگی خدای، تجلی بزرگی خدای، اسحاق گورای جبروت خدای، هیبت خدای، یعقوب تیفرت زیبایی و شکوه. به زو اگادول اگیبور و نورا، اینه که ما میگیم بلا فاصله بعد اینکه میگیم الهه ابراهام، الهه اسحاق، الهه یعقوب، بلا فاصله میگیم های لگادول اگیبور و نورا، یعنی این سه تا چیز ریشه اون ابراهام، اسحاق و یعقوبه. خب آقا بسیار زیبا، اولا تیفرت زیبایی و شکوه چه ربطی به یعقوب داره؟ بعدن هم اگه ربطی پیدا کرد چه ربطی به نورا داره، به عالی بودن یا متعال بودن؟ که تیفرت نیکرا نورا که یا دوا، و بیلی مرخ میگن که تیفرت که شکوه و زیباییه، نورا عالی یا متعال خونده میشه، همونطوری که دانسته است این موضوع. بعد خب مسئله سر اینه که بارها اینا توضیح داده هم تو کلاسای تنیا توضیح داده ایم، جای دیگه هم توضیح دادیم که احسان و جبروت افراط و تفریطه. یعنی احسان یه جوریه که خصلت احسان خدا میخواد احسان بکنه حتی به کسایی که اصلاً و به هیچ وجه لایق احسان نیستن. بعد جبروت و دین خدا برعکسه، میگه باید احسان بشه فقط به کسایی که 100% لیاقت احسان دارن یا هر نوع فیض دیگه، نجات یا هر چیز دیگه. خب اینا افراط و تفریطه، یکی میگه به همه، اون یکی میگه حداقل. همیشه ما بینهم تعادل و توازن اون زیباییه، یعنی مثل خصلت یعقوب و وینو که میشه رحمت، رحمت خدا، که اینجاش فکر کنم یا من شک و شبه دارم یا اینی که تو کتابا این بحث شده، دو جور میشه توضیح داد. بعضی جا دیده میشه میگن که، میگم ممکنه همه اینا تو ذهن من باشه ولی این یکی ها دیدم، ولی برای هضمش یه ذره مشکله، حالا میگم بعد ببینیم چی میشه. بعضی میگن که اینی که
تیفرت، زیبایی، رحمت خداه، خب رحمت میاد چی میکنه؟ چیکار میکنه؟ احسان میگه احسان بکن به هر کسی که حتی هیچ لیاقتی نداره. اون یکی میگه نه، باید 100% لایق باشه. ما بینهم رحمت میاد میگه که آقا جان با اینی که این لیاقت نداره بهش رحم بکن. حالا اینجایی که من شک دارم، یا ممکن اصلا جای شکی نیست، ولی بعضی جا میگن که منظور اینه که هم حتی کسی که اصلا لیاقت احسان را نداره بهش رحم بکن. خب اگه اینطوری باشه، من سوالم همیشه اینه که خب این با احسان چه فرقی کرد؟ ولی یه جور دیگه میشه تعبیرش کرد که میگم شک دارم که آیا اون اولیه را دیدم میگن، ولی دومیه را گفتم ولی نمیدونم درسته یا نیست. اینه که رحمت اینه که درسته که نمیشه به کسی که 100% لیاقت نداره احسان کرد، با این حال لازم هم نیست که باید 100% لیاقت داشته باشه. حالا مثلا اگه بگیم 60% یا هر درصدی هنوز یه لیاقتی داشته باشه، یا کمتر یا بیشتر، هنوز هم باید بهش رحم کرد. این توازن، این ما بین اون دوتا افراط و تفریطه. نه به اون شوری که فقط باید 100% لیاقت داشته باشه، نه به اون بی نمکی که نمیدونم اینا رو باید گفت یا نه، خدای شالا ببخشه، که حتی اگه هیچ لیاقتی هم نداره باید بهش احسان کرد. میگیم نه آقا جان، حداقل باید یه ذره لیاقت داشته باشه، بعد باید بهش رحم کرد. خب این برام این زیباه، برای اینکه افراط و تفریط بهش نمیشه گفت زیبا. توی رنگ ها هم گفتیم هر خصلت خدایی یه رنگی داره تو این دنیا. مثلا احسان سمبولش رنگ سفیده، جبروت خدا قرمزه. بعد رنگایی که تک رنگن زیبایی درشون دیده نمیشه، هرچی باشه یه رنگه. ولی وقتی که مخلوط میکنین رنگا را با هم، بعد زیبایی اونجا جلوه میکنه. رحمت خدا هم یه توازنیه، یه ترکیبیه بین احسان و بین جبروته، حداقل اونطوری که روش دومی که توضیح دادیم امشب، که از یه جنبه میگه که آقا احسان بکن با اینی که زیاد لایق نیست، ولی یه ذره هم سخت بگیر که اگه اصلا لیاقت نداره احسان نکن. با این ترکیب احسان و جبروت با هم، هم تو جبروته که همینطوری به کسی که اصلا لیاقت نداره ما احسان نمی کنیم، هم احسانه که ارفاق هم می کنیم. بعد وقتی که این دوتا رنگ ها مثلا قرمز و سفید قاطی بکنید، یه رنگ تازه به وجود میاد. به همین خاطر شکوه و زیبایی در این خصلت جلوه میکنه. حالا بر بگردیم به نورا. خب این چه ربطی به نورا داره؟ اگه نورا را عالی ترجمه بکنیم، بله این عالیه، برای اینکه یه توازنی به وجود اومده. افراط و تفریط نمیتونه عالی باشه، به زبون بلاد کفر پرفکت. ولی وقتی که توازن به وجود میاد عالیه. اگه بگیم متعال یا یه قدرتی که سهمناکه، اونم ربط داره به این خصلت خدا، برای اینکه فکر کنم ربی لیمل خودشون یه جایی میفرمایند برای توازن بین دو خصلتی که افراط و تفریطه، این قسمت ها بلتن یا خیلی میگن خیلی جا، باید یه قدرت والاتری بیاد که بین این دوتا توازن ایجاد بکنه. و همین خاطر قدرت خصلت تیفرت که یعقوبه، از احسان و از جبروت ریشش تو معنویت والاتره، از یه جای والاتری میاد. مثلا بلتن یا میگن که اگه دوتا وزیر با هم اختلاف نظر دارن تو هر موضوعی، با هم هم کنار نمیان، این میگه مشرق، اون یه میگه مغرب، این میگه آره اون میگه نه، باید یه قدرت والاتری بیاد که بتونه این دوتا را با هم به تفاهم برسونه. بعد وقتی که میرن پیش یه پادشاه که سر و رئیس بر این دوتاه،
دیگه ذوب میشن تو اون سلیقه پادشاه. پس اینجا پادشاه یه قدرت متعاله که میتونه یه توازنی ایجاد بکنه بین این دوتا، یا این دوتا از پادشاه حساب میبرن، یه ترسی دارن. این توضیح ربی شنیر زرمان برای تانیه از خطوی آگانالین و علیخ مرمانیس. ربی علی ملخ میگن که مثلا وقتی که آدم میخواد یه توازنی ایجاد بکنه، باید یه راه اوسط ها، یه راه وسط را پیدا بکنه، بعد باید همیشه خیلی مواظب باشه به این طرف و اون طرف نیفته، برای اینکه این طرف و اون طرفش دوباره افراط و تفریطه، باید راه راست را بگیره بره. بعد اونجا این راه یه ذره ترسناکه، نورا که بشه تیفرت، زیبایی، برای اینکه راه تعادله، نباید تعادلش از دست بده. خب این شد سه خصلت و سه پدران مقدس. به خال محسن و تراب میتواتو که دل اشبیه کل اشباد میله ملال میدت ملخوت نکرت بر معیم خاییم. همه اوامری که ما از تورا انجام میدیم، یاد میگیریم، یاد میدیم، هر فکری، هر گفتاری، هر عملی، نیت اصلی و کلیش اینه که از خصلت‌های والا، مخصوصا از احسان و از جبروت و از شکوه خدا، خصلت گبورا تیفرت گادول گیبور و نورا، فیض جاری بشه از بالا به آخرین خصلت خدا که خصلت پادشاهی خدای ملخوت. گفتیم که ملخوت یه خصلتیه که از خودش فیض نداره. ملخوت یه خصلت اداره کردن هستیه، مثل پادشاه، قدرت پادشاهیش. پادشاه مثلا ثروت داره، حکمت داره، درایت داره، زور و قوت داره، همه اینا را داره، ولی یه قدرت اجرایی احتیاجه که همه اینها را از بالفعل در عمل استفاده بکنه برای اداره مملکتش و امتش. اگه یکی ثروتمند باشه، قدرت هم داشته باشه، حکمت هم داشته باشه، درایت هم داشته باشه، همه این چیزا رو داشته باشه، ولی کاری نیست توی مملکت، قدرتی نداره، لقبی نداره به عنوان یک رهبر یا پادشاه، این کارهایی که میخواد بکنه رو نمیتونه انجام بده، باید یه قدرت اجرایی داشته باشه که به اون میگن ملخوت. پس ملخوت در مورد خدا، قدرت پادشاهیش، فقط یه قدرتیه که از این مسائل که احسانه و قدرته و جبروته و دینه و قضاوته و حکمته و درایته و دانش خداه، همه اینها را ازشون استفاده میکنه برای اداره کل هستی، چه عالم معنا و معنوی، چه این دنیا. پس باید فیض از احسان خدا جاری بشه به قدرت پادشاهیش که با قدرت پادشاهیش به دیگران احسان بکنه، یا قوت دین و غضبش برای قضاوت و الاخر، یا رحمتش. پس میگه ما همه کارهایی که میکنیم اینه که ما قبل از ارتفیلایی و میتوایی میگیم لشم ایخود کچا بریخو شخینته، شخینا همون قدرت پادشاهی خدایه، کوچا بریخو اشاره داره به مخصوصا شش خصلت بالای خصلت پادشاهی خدا که همه رو هم 10 تا هن. 3 تا اولیه قسمت عقلانی خدای، دانش و حکمت و درک خدای، یه قسمت دیگه شروع میشه از احسان خدا که 6 خصلت احساساتی خدای، رحمت خدا، احسان خدا، عشق خدا، اینها. بعد ما هر دفعه هر کاری از اوامر خدا را انجام میدیم، چه در عمل، چه در فکر، چه در گفتار، باعث میشیم که فیض از این 6 خصلت، مخصوصا 3 خصلت خسد گبورا تیفرت که این 3 تا ریشه 3 تا بعدی هم هستن، با اینی که 6 تا هن ولی اصلشون 3 تایه، همه فیض رحمت و احسان و برکت و نجات و شفا، صلح و صفا، همه اینا
منشأشون تو این شیشتاه. بعد اینا جاری میشن تو خصلت پادشاهی خدا، که خدا با قدرت پادشاهیش از این انرژی ها، از این قدرت ها استفاده کنه برای اداره خلقت و مخلوقات خودش. برای همین خاطر ملخوت چاه آب حیات خونده میشه. خود ملخوت مثل یه چاهه، چاهی که هنوز آب نداره، در این چاه آب حیات یعنی فیض از خصائل بالاتر میاد و اونجا جمع میشه و بعد داده میشه به کل مخلوقات خدا، چه معنوی چه مادی. اینه که ما میگیم لشم ییخود کوچا بریخو. کوچا بریخو یعنی خصائل بالاتر، مخصوصا احسان و جبروت و رحمت خدا، اشخینته شخینای خدا که همون قدرت پادشاهی خداه. یعنی وقتی که من تفیلای مینخا میخونم یا هر کسی شخریت یا عروید یا تفیلی میبنده یا سیسیت میپوشه، یا برای همین خوبه، خیلی خوبه لشه میخود گفتنا، منظورش اینه که با این عمل باعث بشم که فیض از این مراتب بالا بیاد توی خصلت پادشاهی خدا. به زوهو پیروش و اینه به ار بساده و اینه شلوشا ادریت سون. این است که تو، حالا برمیگردیم به آیه که ربی ریمل خونا باهاش آغاز کردم بحث را، که میگه که و اینک شاهی بود در مزرعه و سه گله گوسفند دورور این چاه خابیده بودن. بعد ربی ملخ میگه که بئر که چاه، گفتیم همون خصلت پادشاهی خدای. بعد سه گله گوسفند شاوت هم نیکرایم اداریم همشبیم لانو علیده ملخوت. پدران ما سه گله، گله یعنی اشاره همچنین به منشأ رزق و روزی، مثلا اون دوران رزق و روزی اکثریت هست، همین گله داری و اینها بوده. بعد سه گله تو معنویت یعنی منشأ رزق و روزی معنوی که احسان و رحمت و جبروت خدای، که پدران ما ابراهام اسحاق و یعقوب فیض را از احسان و جبروت و شکوه خدا جاری می کردند به ما و کل هستی، و هنوز هم جاری می کنن از طریق خصلت پادشاهی خدا. خصلت پادشاهی خدا احسان را دریافت می کنه، رحمت را دریافت می کنه، جبروت خدا هم همچنین، و ما همه هستی را با این ستا اداره می کنه. و پدران مقدس ما ابراهیم اسحاق و یعقوب به خاطر اینکه تمام اعضای بدنشون را و همه احساسات درون و افکار و گفتار و اعمالشون را طهارت دادن و مقدس کردن و هر کدوم تجلی یکی از خصائل خدا شدن، وصل شدن به این خصائل، و اینها انگار که محرک اصلی این سه خصلتن که جاری بشه برای کل هستی، ولانو لخود اسرائیل رخمیم ربیم و مگولیم بلی صف و بلی شم گبولیم خسادیم نیریم و نگلیم بلی صف و بلی شم گبولیم. آمین. کنی هی راتسان.